درود بر بینندگان گرامی برنامه زرتشت، آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه را از سوی جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی برای شما آماده کردیم. در سلسله برنامه هایی که جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی تا اکنون آماده کرده و ارائه داده، ما همواره به هر آن چیزی پرداختیم که در حوزه جغرافیایی و حوزه فرهنگ و تمدن ایران می‌گنجیده و به مسائل تاریخی و به اصطلاح فرهنگی ایران بزرگ پرداخته شده. امروز پیش از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم، نخست به خاطر اینکه چهارم و پنجم مرداد سالگرد درگذشت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه آریامهر هست، یک یادی از این دو بزرگ تاریخ ساز یا ایران ساز در واقع بکنیم. شاهان بسیار بسیار میهن دوستی که قدم‌های بسیار بلندی برداشتن در جهت سازندگی ایران و علاوه بر اینکه کشور ایران رو جمع‌آوری کردن، جمع و جور کردن، از ممالک محروسه ایران در دوران قاجار در واقع تبدیل کردند به یک ایران با هویت مستقل و یک ایران جدید و یک پارچه، یکی از بزرگترین کاراشون بود. ولی علاوه بر تمام کارهای بزرگ و سازندگی هایی که رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه آریامهر انجام دادند، یکی از بهترین کارها و مهمترین کارهاشون این بود که مفهوم اقلیت رو در ایران از بین بردن، مفهومی که 1400 سال پس از اسلام به صورت اقلیت غیر مسلمان و اکثریت مسلمان در ایران وجود داشت، یا از قوم‌های گوناگون و حتی گویش‌های گوناگون در قسمت‌های گوناگون ایران افرادی که زندگی می‌کردند رو همه رو یک پارچه به عنوان شهروندان مساوی در برابر قانون به حساب آوردند و مفهومی تحت عنوان قوم‌گرایی یا هویت قومی رو برای همیشه کنار گذاشتند و گفتند که ایران یک ملت، یک پرچم و یک پارچه است، یک ملتیم با یک هویت ایرانی مشترک. همونطوری که احتمالاً بسیاری از هممیهنان و بینندگان این برنامه احتمالاً یا شنیدن یا در اون دوران زندگی کردن و تجربهش رو داشتن، می‌دیدیم که مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و بقیه اقلیت‌های دینی، یعنی نمی‌تونیم بگیم اقلیت‌های دینی، گرایش‌ها یا باورهای دینی گوناگونی که هم میهنانمون داشتند، همه می‌تونستن وارد مشاغل گوناگون بشن، از به اصطلاح لشکری و کشوری و به مدارج بالا برسن و پست‌های بسیار مهم و حساسی رو هم داشته باشند. و این نبود به غیر از اینکه ما مفهومی تحت عنوان اقلیت دینی قومی و هیچ گونه اقلیت نداشتیم، شهروند درجه یک و دو نداشتیم، یک ملت یک پارچه، همه با هم برابر و همه در کنار هم با همدلی با باورهای گوناگون میتونستن زندگی کنن، با آیین و رسومی که ممکن بود در هر گوشه ایران وجود داشته باشه یا در با لباسهای گوناگون، با گویشهای حتی گوناگون، که همه این ها زیبایی های یک کشور بزرگ و پهناور با فرهنگ غنی چند هزار ساله رو با توانایی های بسیار و پربار فرهنگیشون به نمایش میگذاشت. و متاسفانه ما در چهار دهه اخیر آنچه که دیدیم، سخن از اقلیت‌های قومی و دینی در دوران پس از انقلاب رو متاسفانه خود حکومت باب کرد و تلاش در از بین بردن یک پارچگی ملی و ایجاد تفرقه در بین مردم ایران از گوشه گوشه ایران کردند. برای چی؟ برای اینکه سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن سیاستی است که در چهار دهه اخیر حکومت جمهوری اسلامی در ایران دنبال کرده و متاسفانه به خیلی از اهداف تجزیه طلبانه هم از بدنه نظام عده‌ای که در اونجا هستن و هم از خارج دامن زده. امروز مهمان گرامی برنامه من جناب آقای دکتر شهرستانی از سیدنی استرالیا هستند که در برنامه‌های گوناگون با من بودند. آقای دکتر شهرستانی برنامه‌های مستقل خودشون رو هم دارن. درودی دارم خدمت شما جناب آقای دکتر شهرستانی و خوش آمدید به برنامه.
به نام نامی سرزمین اهورای من ایران و به نام آزادی. به راستی که در دنیا هیچ چیز سپندینه تر از نام مقدس سرزمینمون نیست و هیچ گوهری هم گرانبهاتر از آزادی نیست. درود به شما بانو آرتمیس گرامی و همچنین بینندگان بسیار ارجمندتون. پروانه بدید که من هم به سهم خودم فقدان پادشاه بزرگ ایران زمین رو، کسی که ایرانبان واقعی اون سرزمین بود و کسی که دوستدار اون سرزمین بود رو، به همه هممیهنانم در واقع آرامش باد گفته باشم. امروز به ویژه روزی بسیار دردناک باید برای همه ایرانیان و به ویژه خود من باشه، به دلیل اینکه من دو پدر رو امروز از دست میدم. هم پدر خودم رو از دست میدم در پنجم مرداد ماه و هم پدر معنوی رو از دست میدم. و هر روی برای روان همه درگذشتگان در چنین روزی و در تمام روزهای سال آرامش باد از درگاه ایزد منان میخوام و خیلی سپاسگزارم که امروز من رو به برنامه‌تون دعوت. سپاسگزارم جناب دکتر شهرستانی. به راستی که درست فرمودید، ما در واقع مفهوم پادشاهی در ایران مفهوم معنوی و پدر ملت رو در درازای تاریخ ایران داشته و پادشاه هرگز نه شخص ستمگری در ایران پیش از اسلام بود و نه هرگز کسی بود که از ملتش جدا باشه. تمام مسئولیت یک ملت بر شانه های شاهان ایرانی سنگینی کرد در هزاره ها و همواره نه تنها برای این ملت و این آب و خاک، بلکه برای جهانیان سمبولی بودیم از گسترش دادگری، گسترش آبادانی، شادی و آبادسازی زندگی و همچنین اینکه ما برای همه ملت ها، چون هایی که در زیر گستره بزرگ تمدن ایران بودن، چون هایی که در زیر گستره سیاسی ایران در مقاطع مختلف قرار می گرفتن، همواره آرامش و خوشبختی و امنیت فراهم می کردیم. و خب خوشبختانه ایران پس از 1400 سال یک دوران رویایی، من همیشه اینو به نام دوران رویایی میگم، دورانی که واقعا رویاهای پیش از اسلام ایرانیان دوباره در اونها زنده شد، در دوران شاهان ایرانساز پهلوی و این کشور از روی خاک و خاکستر برخاست توسط این دو ابرمرد بزرگ تاریخ ایران و این کشور رو به سوی دنیای مدرن، به سوی تحصیلات، به سوی زندگی مرفه، به سوی پیشرفت و خوشبختی ملی رهنمون شدند و ما همواره باید به عنوان یک ملت قدرشناس و سپاسگزار قهرمانان ملیمون باشیم، شخصیت‌هایی که در درازای تاریخ ما هر کدومشون روشنبخش و در واقع سپندهایی بودند که آمدند و میشه گفتش که ایران و حتی جهان رو به آبادانیش کمک کردند. خب جناب شهرستانی، امروز برای عده‌ای از همیهنانمون که کمتر ممکنه که با آیین زرتشت، باورهای زرتشتی آشنایی داشته باشن، به خصوص بچه‌های درون ایران که متاسفانه منابع درستی، رفرنس‌هایی در دستشون نیست و محدودیت‌ها و فیلترهای بسیاری دارن برای دسترسی به اطلاعات آزاد و به خصوص درباره باورهای ایرانی و نگاه ایرانی به زرتشتی خودمون، دلم میخواد به خاطر پرسش‌هایی که میشه شما از آغاز زندگی زرتشت، این که زرتشت که بود، در کجا به دنیا آمد، در چه محیطی بالید و اصلا چه هویتی داشت، که بود، آغاز کنین تا یه کمی بیشتر وارد جستار زرتشت شناسی بشین. بله، یکی از نخستین ویژگی زرتشت رو میتونم به این شکل ازش یاد بکنم که زرتشت تنها کسی بود که انسانها رو در گزینش راه آزاد گذاشت و در آیین او از زور، فشار و تهدید خبری نیست. در گاتها هیچ باه شما نمیبینید که کوچکترین اشارهی به هیچ گونه اندیشه زورمدارانه داشته باشه. از جنگ پیروی نمیکرد، از خونریزی پیروی نمیکرد،
و راه و روش صلح و دوستی و عشق و محبت رو در مسیر زندگیش قرار داده بود و این راه رو پیش می رفت. زرتشت یکی از بزرگترین شخصیت هایی است که در تحول فکری و تمدن بشر نقش بسیار پیشگامی داشته و در شمار کسانی میشه از اون نام برد که افکار خودش و در واقع در افکار خودش به حقایق رویدادهای طبیعی پی برد و توانست اونها رو به گونه‌ای به بشر بیاموزه که بتونه بسیار سودمند باشه. ما ایرانیان برامون به راستی مایه افتخار و مباهاته که از درون سخنان زرتشت میتونیم رسایی در واقع اون ژرف‌اندیشی او رو به راحتی از گفتارش ترسیم کنیم، یعنی به زبانی گفته شده که ما به راحتی میتونیم این رو ترسیم بکنیم و اینکه نیازی به این که بخوایم افسانه سازی بکنیم و از او در واقع در میان افسانه ها شخصیتی رو به وجود بیاریم نداریم. یا اگر بخوایم بگیم به گفته بارتولومه که اشاره میکنه که زرتشت نه تنها در ادبیات و تاریخ ایران نامش موجوده و به خوبی از او یاد میشه، بلکه در آثار آسوری، ارمنی، عربی، چینی، یونانی، یعنی در واقع در آثاری که در لاتین هم هست، در ایسلندی از سخن او گفته شده. این نشون میده که این شخصیتی ارزشمند برای تمام جهان بوده و هست و امروز نیز میبینیم که بسیاری از کسانی که در جهان به دنبال حقیقت میگردن از هر جایی که شروع بکنن در نهایت به سخن زرتشت میرسن و میبینن هیچ چیزی گفته نشده مگر اینکه زرتشت در زمان خودش به اون اشاره کرده. به هر شکل این که فرمودید که زندگی نامه اشعث زرتشت رو ازش بخوایم نام ببریم، میتونیم به این شکل به فرزندانمون بگیم که ما بیش میدونن، ولی از به دنیا اومدن ایشون بخوایم یاد بکنیم و بگیم که اون زمان که به دنیا اومد نامش چه بود. نام این بزرگوار سپندمان بود. زرتشت یک لقب بود، مثلا فرض بفهمید که پادشاه که یک لقبه، مثل پیامبر که یک لقبه، زرتشت هم یک لقب بود به معنای دانش و دانشمند و خردمند. به هر روی پدر ایشون پوروش سب میدونید که در گذشته از نام اسب بسیار در پسوند نام‌ها استفاده می‌شد و این سب باید در واقع از همون جا ریشه گرفته باشه و از مادری به نام دغدو به دنیا میاد، زاده میشه در یک روستایی که فرسنگ‌ها دورتر بوده و نام اون روستا از قضا سپندمان بوده و از اونجا کوچ میکنه و در واقع به مناطق دیگه ای میره. خب سخنان زیادی در مورد زرتشت گفته شده که برخی از اونها با اوهام و با خرافات، ولی اونچه که بسیار مهمه اینه که این آموزگار بشریت اونچه رو که خواسته به نسل پس از خودش میراث بگذاره خردورزی بوده و خرد بوده، دانش بوده. بنابراین هر کسی اگر بخواد در مورد زرتشت پژوهشی بکنه یا در واقع در مورد زرتشت بخواد آگاهی به دست بیاره، باید از خرافات دوری بکنه و خرافات رو بزداید اونچه که در مورد زرتشت گفته شده. این دین گسترش زیادی داشته در جهان اون روز. ما هواخواهان این دین بهی رو میتونیم در یشت‌ها در یشت 13 ببینیم. اونجا اشاره میکنه که گشتاسه به عنوان حامی کیش زرتشت در واقع شناخته میشه و آیین مزدایی در میان اونها، در میان ایرانی ها پس از اینکه استوار میشه گسترش پیدا میکنه به سر تا سر جهان و
و در یسنا ما میبینیم، به نظرم میاد که اگر بند 46 یسنا باشه، اشاره میکنه به این که به یکی از روستاهای تورانی و نام میبره از شخصی به نام فریانه و خاندانش که او رو در واقع میستایه، که این نشون میده در مرزهای خارج از ایران هم اون زمان این آیین گسترش پیدا کرده بوده. نام کتاب زرتشت رو ابستا میگن و سخنان زرتشت در اون کتاب گاتها نام داره که سخنان خود زرتشت هست، به دلیل اینکه ابستا در طول تاریخ گوناگون نوشته شده و مسائلی بهش اضافه شده، بیشتر جنبه تاریخی داره، اما سخنان خود زرتشت به عنوان گاتها بخشی از ابستا رو تشکیل میده که اگر بخوان فرزندان ما بیشتر با سخنان ایشون آشنا بشن، بهتری که در گاتها پژوهش داشته باشن. و نام پروردگار یکتا در دین، در آیین زرتشت و کیش زرتشت، اهورامزداست که اهورا در عصر هندو ایرانی در واقع پیش از عصر زرتشت به معنی سرور بوده و کلمه مزدا معنی دانای کل رو میده، که این دو عبارت کاملا ایرانی هم هست. آیین زرتشت بر سه پایه اصلی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک استوار شده و بنیادها و پایه های کیش زرتشت بر شش اصل در واقع که برخی از اونها موادی رو هم در درون خودشون دارن، بندهایی رو هم در درون خودشون دارن، بنا شده که اگر بخوایم از اونها نام ببریم میتونیم بگیم که نخستینش این باشه که همه گیتی دارای یک آفریننده به نام اهورمزداست، و دومینش این باشد که اهورمزدا شش فروزه اصلی، متشکل از شش فروزه اصلی است که امشاسمندان یا جاودانان مقدس شده رو در کنار خودش قرار میده، و بسیاری شهریاری و شکست ناپذیری رو به عنوان یک نیکویی در کنار خودش داره. چهارمینش فکر میکنم که سپند آرمیتی یا سپند آرمز، فضاینده رامش رو در درونش داره. اگر پنجمی رو به نظرم میرسه که باید فرهمندی و تابندگی باشه، و ششمین اصلش که در واقع همین امرداد هست که ما الان در ماه اون هستیم، به معنای بیمرگی و جاودانگی. اصل سوم از اصل سوم از این عبارت اشاره شده اینه که در جهان هستی طبیعت نیروهای به اصطلاح هستی در اون فراوانی وجود داره و که ایزدان به این اصل خوانده میشه. این نیروها برخواسته از چهار آخشیج، آب و خاک و باد و آتش هست، و این ستارگان و سیارات هم در واقع در کنار این گرامی شمرده میشه. بفرمایید مطلبتون رو که من بعد به مابقی اون بتونم اشاره بکنم. بعضی از، یعنی من برخی از کارشناسان میبینم که میگن که شاید زرتشت حدود 8000 سال پیش زندگی میکرده، ولی من خواستم اینجا این نکته رو خدمت بینندگان بگم که بر اساس آن چیزی که از روی زبان شناسی گادها ما میتونیم تشخیص بدیم، زبانی که به اصطلاح ما امروز به عنوان زبان ارسطایی میشناسیم، زبانی که در دوران حدود 3000 تا 4000 سال پیش در ایران باهاش گفتگو میشده و نوشته هم میشده، زبانی بوده با ریشه مشترک با سانسکریت، بسیار شبیه با سانسکریت، و واژه‌هایی که در گاتها شما میخوانید در خط اوستایی، در واقع زبان اوستایی که به
فارسی امروزی ترجمه نشده باشه، واژه هایی است که دقیقاً مربوط میشه به بین 3 تا 4 هزار سال پیش در ایران. از این روی این زرتشت سپیدمان یا اسپندمان که امروز ما به عنوان زرتشت فیلسوف بزرگی که در واقع سراینده گات ها بوده، که البته گات ها بسیار بزرگتر از این چیزی بوده که امروز به دست ما رسیده، ولی ما چیزی حدود 17 سرود باقی مانده و به امروز به دست ما رسیده، در واقع همونی است که زرتشتیان هم باور دارند و اعتقاد دارند که زرتشت چیزی حدود 3700 و اندی سال پیش زندگی میکرد. درباره محل زایش یا زاده شدن زرتشت هم تفسیرها و گویش‌های گوناگون هست، از نورث وست تا شمال غرب ایران تا شمال شرق ایران رو هم حتی برخی گفتن. اما آنچه که مهمه اینه که زرتشت در محبته زندگی میکرده که ایران ویجا یا ایران ویچ یا همون چیزی که سرزمین بزرگ ایران با همون نام اصلی ایران که ما بنچاقش رو در خود اوستا، در واقع در خود گات ها داریم، نام ایران رو به کار برده، در این ناحیه جغرافیایی بزرگ زندگی میکرده، جایی که مردم آریایی تبار و در کشوری به نام ایران زندگی میکردند به دنیا میاد. و اینکه حالا در چه قسمتی به دنیا آمده، در چه قسمتی رفته و در دربار وارد میشه و شروع میکنه به در واقع معرفی کردن اون چیزی که به نظرش اندیشه های فلسفی بسیار عمیقی هم بوده و ما هم امروز این گونه که ما امروز داریم و میخونیم و متوجه میشیم، میبینیم که الهام بخش بسیاری از فلاسفه غرب و شرق هم بوده. اما این نکته مهمه، ما باید این رو بدونیم، بدون شک زرتشت یکی از بزرگترین قهرمانان ملی ما و یکی از بزرگترین انسانهای تاریخ ساز جهانه و تأثیر شگرف زرتشت و اندیشه های زرتشتی که ما باید بهشون توجه کنیم. اینکه زرتشت در کدام محله، در کدام شهر به دنیا آمد، در کجا چه کار کرد، در کجا فوت شد، اهمیت تاریخی داره، اما آن چیزی که برای من و شما ایرانی در امروز وجود داره و اهمیت داره که ما باید الگوی زندگیمون بر اون قرار بگیره، باورها و نگاه ایرانی است که زرتشت به صورت کاملا فلسفی و دستبندی شده و خیلی زیبا و آهنگین اونها رو با ما و با همه مردم در واقع جهان در میون میگذاره و اون شیوه نگاه ایرانی، اون هویت ایرانی، اون فرهنگ ایرانی، اون ارزش‌ها و ضد ارزش‌های ایرانی، اون شیوه زندگی و رفتار و گفتار ایرانی است که ما بایستی از زرتشت بیاموزیم و الگوی زندگی امروز عنصر ایرانی بکنیم. این که ما درباره زرتشت همیشه گفتگو میکنیم، علت این نیست که ما میخوایم حتما کسی بیاد بره زرتشتی بشه یا نشه. این ارزشی نداره که شما برید یک کشتی ببندید و یک فروهر بندازید و از فردا خودتون رو یک زرتشتی بنامید، بدون اون که شیوه عمل شما، یعنی شیوه کردار و رفتار و گفتار شما، آن گونه باشه که زرتشت بر اساس اونها زندگی میکرده و میاندیشیده. و این از این نظر اهمیت داره، نه به خاطر اینکه زرتشت حالا چه شخصیت مهمی هست ما باید ازش الگو برداری کنیم، به خاطر اینکه زرتشت تا مغز استخوان آن چیزی بوده که ما به اون ایرانی میگیم. و اگه ما میخوایم ایرانی باشیم، خیلی خیلی زیباتر و بهتر هست که بیایم از یک الگوی 100% ایرانی بهره بگیریم، کسی که اندیشه هاش ایرانیه، نگاهش، جهان بینیش به دنیا و به پیرامون خودش ایرانیه، شیوه زندگیش، رواداری و مدارایی که نشون میده، حتی اون شیوهی که زرتشت به عنوان گیاهخواری در زندگیش انجام میداده، از تمام از اون اندیشه صلح‌آمیز و انسانی و آرامبخشی بوده که ایرانیان با اون زندگی میکردن و سعی میکردن با همه محیط و طبیعت و زیستبوم و انسانها و هر آنچه که در پیرامونشونه روادارانه زندگی کنن و اون حق زندگی و باشندگی رو برای سایرین هم قائل باشن. از این روست که ما میگیم اهمیت داره ما نگاهمون نگاهی باشه که زرتشت به زندگی داشته و شیوه زندگیمون شیوهی باشه که زرتشت نسبت به زندگی نشون میده
برای اینکه اینها ایرانی هستن. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید. ما میتونیم اگر اجازه بدید میتونیم بریم یک میان برنامه ببینیم، بازگردیم ادامه جستار رو داشته باشیم. خب بینندگان گرامی، در جستار امروز درباره از آغاز درباره اینکه زرتشت که بود، کجا زندگی میکرد و اندیشه‌هاش چی هستن داریم با شما گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر شهرستانی از سیدنی استرالیا. خواهش میکنم آقای دکتر ادامه جستار رو بسپرم دست شما. بفرم. سپاس گذارم. بانو آرتمیس گرامی، به من پروانه بدید که از سخن خود شما موضوع رو پیش بگیرم و اون چه که فرمودید، ما امروز نیازی نداریم که بدونیم حالا زرتشت در چه زمانی بوده و کی چه سخنی رو گفته. بیشتر باید به معنویتمون و اون چه که گفته شده بیاندیشیم و به ایرانیتمون بیاندیشیم. این کاملا درسته، ولی باید توجه داشته باشیم که پس از زرتشت ادیان گوناگونی در سرزمین ما اومدن، جای گرفتن و در واقع به یک شکلی میشه گفتش که دینهایی رو در سرزمین ما استوار کردن. اما بسیار بسیار باید برای یک ایرانی قابل اهمیت باشه و باید به این ارج بنهد، به این دلیل که اگر دینی پس از زرتشت آمد، چه سخنی گفت که زرتشت اون رو نگفته باشد. ببینید، اگر یک روزی شما یک صنعتی رو، حتی در صنعت اگر پیشگامی به وجود بیاد یا اگر یک تجربه جدیدی رو بخواد به بازار عرضه بکنه، باید یک ارزش افزوده ای نسبت به اون چه که در گذشته در اون صنعت بوده در اون پدیدار باشه، و الا آنچنان ارزشی نداره. در کدام یک از ادیان پس از زرتشت سخنی گفته شد که در دوران زرتشت به اون اشاره نشده؟ بنابراین از این جهت بسیار حائز اهمیته که ما اشاره بکنیم به این که چند هزار سال پیش در سرزمین ما سخنانی گفته شده که امروز حتی کسانی که در سده های اخیر میان مذهب سازی میکنن، میخوان در واقع با سخنانی مردم رو گرد خودشون جمع بکنن، این سخنان رو هزاران سال پیش کسی گفته و ایجاد تفرقه بین مردم حتی با دین، من فکر میکنم که کار مناسبی نباشه. این رو از جهت کسانی که دین سازی میکنن امروز هم در فکر این هستن که بتونن مذاهب گوناگون به وجود بیارن یا در گذشته به وجود آوردن، از اون جهت عرض میکنن. اما اون چیزی رو که میخوام خیلی بهش توجه بشه اینه که ما در حدود اون، اینطور که ما مورخین گفتن، در حدود 8000 سال پیش، بسیاری از اینها از 6000 سال پیش سخن گفتن، که سخن زرتشت مربوط به 6000-6500 سال پیش، که حالا من تلاش میکنم که اشاره بکنم به اونها. در اون سالها ما تونستیم سخنانی رو که امروز دارن برخی به عنوان سازندگان آیین و مذهب مطرح میکنن گفته شده، نیازی نیست. ببینید، همونطوری که امروز نیازی نیست احزاب و گروه های مختلف تشکیل بشه، همونطوری که امروز ما میبینیم روزگار خودمون رو اصلا نگاه بکنیم، ببینید از زمانی که این تکنولوژی اومد و هر کسی تونست از طریق تلفنش برنامه لایو داشته باشه، هر کسی برای خودش شد یک آموزگار، هر کسی برای خودش شد یک فیلسوف، هر کسی برای خودش شد یک در واقع سیاستمدار، و مردم رو پراکنده کردن، از یک پارچگی در آوردن. امروز دیگه به خاطر این گستردگی افراد، زیاد بودن این افراد، مردم اعتمادهاشون هم حتی از دست دادن. در آیین هم همینطوره. وقتی که شما آیین‌های گوناگون رو میارید در سطح جامعه گسترش میدید، در حالی که این آیین هیچ سخنی نداشته مگر اینکه در گذشته این سخنها گفته شده، نه به آیین خودش کمکی کرده و نه به آیین‌های پیش از خودش کمک کرده. این تا این حد رو من خواستم اشاره بکنم که
ما در ادیان پس از زرتشت سخنی رو نداریم که زرتشت نگفته باشه و به این افتخار میکنیم. اما تاریخ پیدایش زرتشت رو اگر بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، ما میبینیم که مورخان یونانی و رومی پیدایش زرتشت رو با اختراع خط دارن تطبیق میدن. یعنی میگن که سراینده گاتها به 6000 سال پیش از افلاطون یعنی عصر هخامنشی یا 5000 سال قبل از نبرد ترویا هزاره پیش از هخامنشی در اون سالها میدونن و این نوشتار رو در واقع خط رو به حساب اون دارن میگذارن. این چیزیه که ما به عنوان ایرانی بهش اشاره نکردیم، این رو همونطور که عرض کردم مورخان یونانی دارن بهش اشاره میکنن و این بسیار مهمه. از کتاب هفتم دینکرد اگر در واقع توجه بکنید چنین برمیاد که زرتشت در سال 5670 آفرینش در دوران 12000 ساله زاده شده. یعنی شما ببینید وقتی اینها رو از هم کم میکنید ببینید که خب یا از سوی دیگه در همون کتاب دو تا سند یا یک سند حداقل میدونم که داره که سند مانوی از چین اشاره شده که مانی در سال 11527 تاریخ جهانی به دنیا آمده، بنابراین زرتشت 5757 سال پیش از مانی میزیسته و از اونجایی که تاریخ تولد مانی 216 میلادی بوده، زمان زرتشت به این نسبت میتونه 6090 سال قبل از میلاد باشه. اینا چیزایی که در تاریخ ایرانی ها نیست، دیگران در موردش دارن میگن. و بسیاری دیگر باید اندیشه های زرتشت رو بیاموزیم. یعنی هر یک فرزند ایران زمین بایستی با سیستم فکری زرتشت آشنا باشه. چرا؟ برای اینکه این ملت در یک بک‌گراندی زرتشت بزرگ میشه، در یک محوطه بالیده میشه و اون محیط اطرافی که توی زندگی کرده در کجا بوده؟ در چین که نبوده که، در نمیدونم بین سرخپوستان آفریقا و آمریکا و نمیدونم در بین قبایل آفریقا که نبوده. آنچه که ما از زرتشت بایستی بیاموزیم اون نگاه عمیق و جهانبینی است که به ایرانیان و به جهانیان عرضه کرده. اما نکته جالبتر اینه که زرتشت از اول به نظر میرسه که اونجوری که نوشته شده در اسناد، زرتشت از 15 سالگی اندیشه های فلسفی خودش رو نشون میده. یعنی صحبت هایی که شروع میکنه در خانه و خانواده و پرسش هایی که میکنه و جهان بینی که شروع میکنه به چالش کشیدن، به نظر میرسه که از همون 15 سالگی نشون میداده که اندیشه فلسفی داره و اندیشه های بسیار عمیق تاثیرگذار که بعد در 30 سالگی اونگونی که ما میشنویم میاد و این اندیشه هایی که 15 سال در ذهن خودش مرور کرده و بررسی کرده، دقیقا کاری که ممکنه شما ببینید یک استاد دانشگاه میکنه، یک کار آکادمیک که شما میاد یک تئوری میذارید، اون تئوری ها رو آزمایش میکنید یا بررسی میکنید یا شاهد براش پیدا میکنید تا متوجه بشید که بله یک اندیشه درست هست، یک بستر تئوری درست هست یا نه. زرتشت دقیقا کاری که کرده همین بوده، میاد و شروع میکنه با پرسش و پاسخهایی که مطرح میکنه که در گاتها اونها رو میبینید، اون چیزی که ما به عنوان اهورامزدا میشناسیم، دانا برترین دانا یا بزرگترین دانا یا دانای بزرگ، اون رو واجد شرایط نیایش و پرستش میدونه. یعنی زرتشت هرگز نمیاد به این باور برسه که یک خدایی هست خیلی بزرگ از نظر جسمی و خیلی گنده است و همه جا حضور داره و مرتب داره تو زندگی ما دخالت میکنه و مرتب داره عقب و جلو میفرسته همه چیزو در جهان، انگار که مثلا یه ریموت کنترل دستش باشه و همه چیز جهان رو نشسته باشه کنترل بکنه. برخلاف چنین باورهایی، زرتشت باور داشته که آن کسی که میتونه داناترین و بزرگترین دانا باشه شایسته این هست که نیایش بشه و اینقدر از این اندیشه خوشش میاد که تمام این گادها رو میسرایه و پیشکش میکنه به این بزرگترین دانا
به عنوان اندیشه های فلسفی خودش تقدیم میکنه به اون بزرگترین دانایی که به نظر اون میاد که ما باید اگر میخوایم کسی رو نیایش بکنیم باید او باشه. این اگر این اندیشه رو فقط تا همین جاش مردم ایران همین امروز این 80 میلیون ایرانی این رو سر لوحه زندگی خودشون قرار بدن، اون وقت هیچ وقت نمیان باور بکنن که خدا هرچی که باید خوب باشه و بد باشه الله آفریده و توی کتاب به شما گفته و هرچی که اون گفته بکنی خوبه، هرچی هم گفته نکنیم بده، بقیه هم هیچی به هیچی. یعنی شما هیچ آزادی انتخابی نداری، هیچ اختیاری هم نداری، هیچ راست و درست و خردی رو نمیتونید با رشنال و منطق خودتون برداشت بکنید، فقط شما باید مطابق این خوبها و این بدها زندگی کنید، یا بریم بهشت یا بریم جهنم. ببینید از این اندیشه ما اگر بتونیم هممون بهره بگیریم، اون وقته که ما میبینیم هرگز ایرانی نمیاد چیز رو به عنوان تسلیم شدن، خرد رو تعطیل کردن و هرچی رو بهش دیکته کردن رو بپذیره. شما همین باور رو دارید آقای چهرستانی؟ بله، موضوعی که اشاره فرمودید بسیار موضوع گسترده‌ای هست. ما اینجا در آیین زرتشت تفاوتی رو که با ادیان دیگه و با به ویژه با ادیان سامی می‌بینیم در اینه که ادیان سامی در واقع آفریدگاری دارن که آفریدگار فرستاده‌ای رو می‌فرسته، به او وحی می‌کنه، از آسمون براش پیام می‌فرسته و او رو در واقع برای راهنمایی مردم ظاهرا می‌فرسته و میگه که این دستورات من رو به مردم ابلاغ کن و چنین کن و چنان کن، اگر این کارو بکنید یا نکنید با شما چنان می‌کنم. ما در کیش زرتشت به راستی چنین چیزی رو نمی‌بینیم. ما در کیش زرتشت همونطور که در گاتام اومده می‌بینیم که زرتشت به عنوان یک خردمند، به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک پرسشگر از جهان هستی بینشی پیدا می‌کنه که در واقع بر اساس اون بینشش از آفریدگار پرسش می‌کنه. یعنی هیچ آیه‌ای از آسمون به زمین نیومده برای زرتشت، بلکه از زمین زرتشت برای اون آفریدگار پیام فرستاده که ما تونستیم تو رو بشناسیم، این ما هستیم که تو رو شناختیم. خیلی فرق میکنه که شما یک کسی رو خودت بشناسی یا یک موجود نادیده‌ای بخواد خودش رو تحمیل بکنه و بشناسونه. ما اینجا میبینیم که زرتشت در گاتها میبینیم که زرتشت اون چرا که در جهان میبینه دیده های خودش رو تک تک پرسش میکنه از اون عنصری که به عنوان آفریدگار در ذهن خودش پرورش داده و میگه که در نهایت میگه که من با خردم تونستم بفهمم که شما آفریننده توی آفریننده این هستی و این هستی رو تو آفریدی، ای مزدا، ای ابور مزدا. ببینید این خیلی مهمه. شما در ادیان دیگه همین که شما در واقع بنیان اندیشه تو خرد باشه، زمین تا آسمون فرق میکنه تا بنیاد اندیشه شما تسلیم باشه، خیلی فرق میکنه. اینکه شما اجازه دارید هر چیزی رو به چالش بکشید، اجازه دارید پرسش کنید، اجازه دارید بپذیرید یا نپذیرید، اجازه دارید گزینش کنید یا نکنید، این آزادی گزینش رو در هیچ باوری پیش از زرتشت و پس از زرتشت نمیبینید. برای ابراهیمی به شما آزادی گزینش نمیدن، شما یا خودی هستی یا ناخودی هستی، یا شما مثلا یهودی هستید یا شما مثلا مسیحی هستید یا شما مسلمانید یا نیستید، و شما اجازه ندارید که اگر دلتون نمیخواد نباشید. برای شما یه مجازات هایی در نظر میگیرن و این همین جاست که نشون میده که ایرانیان دیدشون دید آزادمنشی و آزادگی بوده. ایرانیان دیدشون دید سر تسلیم کردن، سرخم کردن، حالا یا در برابر ستم یا نیروی برتر یا در برابر پول یا در برابر هرچی، ارعاب هرچی که باشه، ترس و وحشتی داشته باشن، هیچ وقت ایرانیان این
توی فرهنگشون نبوده که ما باید سرمونو بندازیم پایین، هرچی بهمون میگن اگر تو سرمونم زدن سرمونو بلند نکنیم، پرسش هم نکنیم. این یکی از بهترین درسایی است که ما به نظرم میتونیم از اندیشه های زرتشت بگیریم. خواهش میکنم بفهمید آقای دکتر. ببینید بانو آرتیمیس، شما یه پزشک هستید، اگر یک روزی مریضتون رو به خاطر ویزیتش میبینید، خب این زیاد کار مهمی نیست، میرید مریضتون رو برای ویزیتش میبینید. اما اگر یک روزی مریض رو به خاطر خود مریض دیدید و به خاطر به اصطلاح ویزیتش ندیدید، بسیار تفاوت داره. شما وقتی که میایید آفریدگاری رو آزادانه شناسایی میکنید، وارد ستایشش قرار میدید و هیچ فرمانی به شما داده نمیشه. ببینید یه روزی شما بر اساس فرمان زمانه میرید مریض رو میبینید، ازش ویزیت میگیرید برای که بتونید اموراتتون رو بگذرونید. یه روزی نه، این کار رو نمیکنید، میایید میگید که من میخوام برم به خاطر دانشی که دارم از دانشم به کسی بهره برسونم و میرم اون رو در واقع بدون اینکه بخوام ازش ویزیتی دریافت بکنم اون رو معاینه میکنم. خب این تفاوت وجود داره. شما در یک آینی که میاد به شما تحمیل میکنه که باید این کار رو بکنید و باید فلان کار رو بکنید و اگر نکنید من فلان بلا رو به سر شما میارم، تا اینکه خودتون آزادانه بتونید و با خردتون و با دانشتون بتونید چیزی رو کسب بکنید و ازش بهره ببرید، تفاوت خیلی زیادی وجود داره. طبیعتاً ارزش کار هم بیشتر میشه. دقیقاً ارزشش میشه ارزش همون ویزیتی که شما نگرفتید و بیمار رو رفتید دیدید. درست میفرمایید. ما این رو در این آیین بفهمید. و ما این رو در این آیین داریم که در آیین‌های دیگه حداقل میشه گفت که وجود نداره. خیلی خب، حالا بله خواهش میکنم، ما یک دقیقه دیگه وقت داریم. شما خواهش میکنم بفرمایید، ما ادامه این جستار رو در یک برنامه دیگه حتما خواهیم داشت که به جنبه‌های دیگر اندیشه‌های زرتشتی بپردازیم. بفرمایید، خواهش میکنم. خب بحث تاریخ ظهور زرتشت خیلی طولانی میشه، در یک دقیقه نمیشه بهش اشاره کرد، اما اون چیزی که فکر میکنم لازمه که بهش اشاره بکنیم اینه که توجه داشته باشن فرزندان ما وقتی میگن زرتشت و تاریخ‌های گوناگون برای زرتشت میارن، به این دلیله که ما زرتشت‌های بسیاری در طول دوران تاریخ سرزمینمون داشتیم و چون زرتشت عنوان بوده و نه نامه شخص خاصی، به بسیاری از کسانی که از خرد و آگاهی بالایی برخوردار بودن این عنوان رو میدادن و در طول تاریخ ما میبینیم که از این عنوان زرتشت‌های گوناگونی در جامعه میزیسته، از اون بهره میبردن. اما توجه داشته باشید همین عنوان رو ما برای بیش از 8000 سال پیش داشتیم، دلایلی و اسنادی براش وجود داره که اگر در برنامه دیگه‌ای به نظر شما مناسب باشه در این رابطه سخن بگیم که تاریخ رو در واقع بیایم ورق بزنیم و اشاره بکنیم که نگارشگران تاریخ چه در واقع یادگاری برای ما گذاشتن و چه میراثی رو برای ما به جا گذاشتن. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر شهرستانی، امیدوارم که در برنامه‌های آینده دو مرتبه همین جستار رو ادامه بدیم و درباره بچه‌های دیگر اندیشه‌های زرتشت و باورهای زرتشتی گفتگو کنیم. خیلی ازتون سپاسگزارم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید و از همه بینندگان و شنوندگان این برنامه سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردین. خدا نگهدار تا برنامه آینده. خدا نگهدار. من هم از شما و بینندگانتون سپاسگزارم که بیننده برنامه. سپاسگزارم.